با درود فراوان به تمام رفقا و دوستان حاضر در جلسه و تشکر از اینکه ادمین های محترم من رو دعوت کردن به این جلسه. من عمدتا این عنوان رو عنوان اوضاع خاورمیانه و وظایف چپ رو میخوام متمرکز کنم در این وقت محدود 20 دقیقه به وظایف چپ در واقع، چون در مورد اوضاع خاورمیانه خب بحث‌های مفصل‌تری نیاز خواهد بود و ساعت‌های بیشتری باید صرف اون بکنیم، ولی به هر حال ما در همین یکی دو ماه گذشته مقالات مختلفی ترجمه کردیم و نوشتیم روی سایت میلیتنت هست که رفقا رو رجوع میدم به تحلیل‌های ما در ارتباط با وضعیت خاورمیانه. اما اون چیزی که مهمه به نظر من در شرایط کنونی این هستش که ما وظایف چپ هم منظور این نیستش که صرفا چپ ایرانی، چپ بین‌المللی رو در واقع ارزیابی بکنیم در سایه این اتفاقاتی که داره میفته، یعنی فاجعه‌هایی که داره صورت میگیره. و این اولین فاجعه هم نیست، این اتفاقاتی که در خاورمیانه امروزه داره صورت میگیره، امپریالیسم در واقع کمر بسته که تمام جهان رو در واقع در خدمت منافع این اقلیت 1% قرار بده و از هیچ جنگ افروزی و از هیچ جنایتی در واقع کوتاهی نکرده، به خصوص در این 14 سال گذشته پس از واقعه 11 سپتامبر. اینها به طور مستقیم تهاجمات نظامی و تهاجمات خیلی خصمانه علیه تمام مردم جهان رو سازمان داده. بنابراین در این میان اتفاقی که داره میفته این هستش که چپ انقلابی، مارکسیستای انقلابی، کسانی که خواهان سرنگونی نظام سرمایه‌داری هستند و خواهان این هستند که جهان بهتری و جهان سوسیالیستی در واقع به ارمغان بیارن و کمک بکنن که طبقه کارگر قدرت سیاسی رو در دست بگیره، در متاسفانه در بحران به سر میبره. و ما هیچ وظیفه خاصی در مقابل خودمون ترسیم نمی کنیم. وظیفه منظورم این نیستش که اطلاعیه صادر نمی کنیم یا بحث نمی کنیم یا تفسیر نمی کنیم اوضاع بین المللی. وظایف عملی مشخصی در مقابل خودمون نداریم. در جهان امروز ما میبینیم دیگه، یعنی خیلی روشن هستش که میلیون ها نفر معترض هستن. این میلیون ها نفری که به خیابان ها میان از به اصطلاح تعارضات در علیه وول استریت شروع شد و بعد به سراسر جهان گسترش پیدا کرد و در یونان آخرین موردش دیدیم. اینها میلیون ها نفری هستند که معترضن به این سیستم امپریالیستی که تمام جهان به خون خاک کشیده و اعتراض خودشون رو اعلام میکنن. توده های خیلی وسیع آگاهی کسب کردن در این ارتباط و به خصوص این دخالت های افرادی مثل اوساج و سنودون و غیره یک سلسله رمز و رموز محرمانه امپریالیسم برملا کرده که توده های خیلی وسیع آگاه به این شدن که اقداماتی انجام بدن. منتها همطور که میدونیم توده ها نیاز به رهبری دارن، رهبری بین المللی دارن و امروز اگر ما در یک سطح بین المللی رهبری مثل کومینترن می داشتیم واضحه که وارد انقلاب سوسیالیستی می شدیم در سراسر جهان، چون این درخت فاسد که به نام امپریالیسم می بینیم در مقابل خود، این الان داره در مراحل آخرش رو طی می کنه، مراحل اضمحلال رو طی می کنه و توده های خیلی وسیع هم واضحه که آگاه شدن به این مسئله، اما رهبری وجود نداره که این توده ها رو رهنمود بده. رهبری وجود نداره مثل بین الملل اول یا بین الملل سوم که سازماندهی بکنه این طغیان های توده رو به مجرای صحیح بکشونه و این مجرا رو به انقلاب های سوسیالیستی سوق بده. بنابراین مشکل ما این امروز این هستش و بحث ما در میان خودمون و در میان رفقای بین المللی باید در این مورد باشه که ما چیکار باید بکنیم. یعنی باید تسلیم این وضعیت بشیم و بشینیم صرفا تفسیر بکنیم و بگیم خب حالا دیگه اتفاق افتاده، میفته دیگه این اتفاقات، این اتفاقات نباید بیفته و توده ها هم آماده هستن که در مقابل این اتفاقات مقابله بکنن. از این رو ما در واقع باید
متمرکز بکنیم بحثا رو برای دوره ای، تا البته این بحثا رو ما الان چند ساله داریم طرح میکنیم که ما چیکار باید بکنیم. از وضعیت بحرانی امروزی میبینیم که الان وضعیت به شکلی هستش که چپ انقلابی در حتی موارد مشخصی مثل همین مسئله خاورمیانه، این اتفاقاتی که میفته، دچار تناقضگویی و دچار آشفتگی و دچار سردرگمی هستش. مثلا همین اتفاقاتی که میفته دیگه، مثلا رژیم جمهوری اسلامی مورد تهدید امپریالیسم قرار میگیره و بلافاصله در این میان دو جبهه از میان چپ به وجود میاد، یا جبهه تلویحا یا تصریحا از امپریالیسم دفاع میکنن در این تهاجمی که میخواد صورت بده در ارتباط با جمهوری اسلامی یا پیش از اون در مورد مثلا کشورهای دیگه، افغانستان و یا بعد عراق و بعد کشورهای دیگه مثل سوریه و غیره. اینها به این سمت سو میرن که به هر حال خوبه که دیگه ما یک اسلام سیاسی در این منطقه داریم. این اسلام سیاسی باید از بین بره، حالا هر کسی بیاد این از بین ببره اشکالی نداره، ما وقت تنفس پیدا میکنیم. بنابراین بسیاری از این گرایش های سوسیال دموکرات و غیره که حالا خوشبختانه در این اتاق نیستن و ما الان امروزه کاری باشون نداریم، اینها مستقیما الگوی دخالتگری امپریالیسم رو تقویت میکنن در سطح جهانی، تبلیغ میکنن و خوشحالن از اینکه امپریالیسم تهاجم کنه به این کشورها. کسان دیگه هم تلویحا در واقع دچار سردرگمی میشن، چون این سناریو سیاه و سفید رو ترسیم میکنن، باز به اصطلاح اسلام سیاسی رو برجسته میکنن به این مفهوم که به هر حال یه چیز خیلی بدی الان داره صورت میگیره و اونم اسلام سیاسی است. حالا این افراد دموکرات اگه بیان اسلام سیاسی رو از میان بردارن، خب بد چیزی نیستش دیگه، ما از اون طریق میتونیم به سوسیالیسم برسیم. از سوی دیگه جبهه دیگه ایجاد میشه که تلویحا و تصریحا از رژیم های ارتجایی دفاع میکنن، مشخصا مثلا کسانی که تصریحا دفاع میکنن مثلا از صدام حسین یا از سوریه امروز از اسد، کسانی مثل حزب کمونیست سوریه هستش که مستقیما دفاع میکنه از یک رژیم ارتجایی در مقابل این تهاجمی که میشه، و کسانی هم تلویحا دفاع میکنن، اینا هم گرایش های مشخصا بین المللی تروسکیستی هستن. بسیاری از اینها دچار سردرگمی شدن و دچار بحران شدن، عملا به یه شکلی در کنار رژیم ارتجای ایران قرار گرفتن در گذشته و امروز در کنار اسد قرار میگیرن و این سردرگمی به تمام این رشته های به اصطلاح حوزه های مختلف گرایش های مارکسیستی رخنه پیدا کرده و اینها تحلیل درستی از وضعیت کنونی ندارن. بنابراین دخالتگری مشترکی هم نمیتونن انجام بدن، وظایفی که در مقابلشون هست، وظایف خطیری هم در مقابلشون هست، یعنی تدارک برای ایجاد یک بین الملل انقلابی برای سرنگونی کل نظام امپریالیستی و ایجاد سازمان‌های لنینی و سازمان‌های انقلابی متکی به تجربه انقلاب اکتبر در کشورهای خودشون. تمام اینها رو رها کردن و عملاً افتادن به دنبال احزاب رنگارنگ رنگین کمان به قول خودشون، جریاناتی مثل حزب ضد سرمایه‌داری نوین در فرانسه، حزب چپ در آلمان، سیرازه در یونان، سازمان سوسیالیستی بین و مللی در آمریکا و غیره، خودشونو حل کردن در این تجمعهای خیلی وسیع و تدارک ایجاد یک حزب انقلابی برای تدارک انقلاب رها کردن کاملا. بنابراین ما در این موقعیت بحرانی به سر میبریم متاسفانه، و از این رو هستش که این امپریالیسم جرأت به خودش میده که یه همچی تهاجماری بکنه. و امروز هم مسئله داعش عمله کرده که نه، تمام این موضوعات مرتبط به داعشه و هیچ وقت توضیح نمیدن که مسببین و ساختن این داعش در دست خود اینها بوده، خود اینها این داعش رو ساختن، خود اینها القاعده رو ساختن و خود اینها دارن افتراق ایجاد میکنن و از طریق این افتراق در واقع که حکومت آتیشون اونجا متمرکز بکنه
بکنن و کاملا مستقر بشن در منطقه. و این انشقاقاتی که ایجاد میشه اینا شاخه های مختلف دست پرورده خود امپریالیسم هستش و نمیشه یک اختاپوس و ما یک دستش رو قطع بکنیم. اختاپوس باید سرش از بین بره و سر این اختاپوسی که ایجاد کرده الان تمام این دست های ارتجایی رو خود امپریالیسم هست و مشخصا امپریالیسم آمریکا. بنابراین یکی از وظایف ما دقیقاً این هستش که امروز به طور یک پارچه در واقع در مقابل این تهاجم، در مقابل این اختاپوس بسیج بکنیم توده های وسیعی که نقدن در خیابانا هستن و نقدن اومدن آگاه شدن به این نقش و ماهیت ارتجایی نظام سرمایه داری و این شدنی نیستش امروزه به دلیل این بحرانی که وجود داره. بنابراین بحث ما از چند سال پیش تا حتی 10 سال پیش در اتحاد چپ کارگری با رفقایی که در اون زمان بودن، مثلا رفقا میتونن رجوع کنن به بولتن شماره 2 همون اتحاد چپ کارگری، اون موقع ما این بحث شروع کردیم که ما باید در واقع در میان چپ ایرانی و چپ بین‌المللی برای اینکه این وظایفی که در مقابلمون هستش رو به مورد اجرا قرار بدیم باید وارد یک سلسله در واقع ایجاد یک ساختار مشخصی بکنیم و این ساختار ما نامش رو گذاشتیم یک اتحاد عمل ویژه که نه تنها بشینیم این بحثا رو بکنیم که در این بحران سیاسی و بحران تشکیلاتی رو در میان خودمون حل بکنیم، بلکه همچنان در با هم دیگه یک سلسله فعالیت ها رو همراه با متحدین بین المللیمون انجام بدیم، راههایی باز بکنیم که بتونیم به سمت سوی تشکیل یک بین الملل انقلابی حرکت بکنیم و نه صرفا تفسیر بکنیم و در جا بزنیم در موقعیت خودمون. از 10 سال پیش تا کنون مشاهده میکنیم رفقا میبینن خودشون دیگه هر کدوم از این سازمان ها به شاخه های مختلفی تقسیم شدن، انشعابات صورت گرفته، افتراقات داره دامن میزنه، از پشت خنجر زنی ها هستش نه تنها بین ایرانی ها بلکه در سطح بین المللی هم چنین است. این اتفاق در واقع باید مرتفع بشه، ما باید راهی پیدا بکنیم، ما باید در واقع آگاهانه راهی پیدا کنیم که هم در کنار هم دیگه باشیم هم در مقابل امپریالیسم بتونیم تدارکات لازم رو ببینیم متکی به این توده های خیلی وسیعی که در خیابان ها هستن در شرایط کنونی. و این راه هم ما به هر حال در موارد مختلفی توضیح دادیم و چگونگی تشکیل یک اتحاد عمل ویژه رو توضیح دادیم و همین 2 سال پیش حتی یک پروژه به نام پروژه احیای مارکسیستی تدارک دیدیم، از تمام رفقا دعوت کردیم که بیان بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم، بتونیم از این مخمسه بیرون بیاییم، از این اصطلاح تناقضگویی هایی که ما بین خودمون در این شرایط خیلی مشخصی که امپریالیسم در حال تهاجم هست بیرون بیاییم و در ضمن هم کارهای مشترک در دفاع از زندانی های سیاسی، در دفاع از مبارزین خودمون در داخل ایران انجام بدیم و به طور یک پارچه در واقع بتونیم این اقدامات رو جلو ببریم. بنابراین این موضوعی هستش که من مرتبط میکنم به این وظایف ما. امروز اگه بخوایم صحبت از وظایف بکنیم، وظایف خاصی ما در مقابل نداریم مگر اینکه همین خردکاری هایی که داریم انجام میدیم، میتونیم بحث کنیم، تفسیر کنیم و میتونیم در واقع اطلاعی های مشترک در بیاریم در محکومیت مثلا فلان جریان، دفاع کنیم در از حمایت از فلان جریان، این کارا رو میتونیم بکنیم. این کارهایی هم که نیازی نیستش که بشینیم جلسه بذاریم، هر کسی بالاخره هر کمونیست هر جای دنیا باشه اعتراضی خودش میکنه. مسئله این نیستش که به طور فردی یا به طور گروهی یا سازمانی چه کارهایی میتونیم بکنیم، مسئله سر اینه که به طور مشترک چه کارهایی میتونیم بکنیم در ارتباط با این وضعیت کنونی. یعنی این وضعیت کنونی، این بحث مارکس درسته، یعنی یا به سمت سوی بربریت داره میره، این دیگه به وضوح روشنه که اینا دارن چیکار میکنن. اینها در واقع کمر بستن که برای نابود کردن کل بشریت، واضحه که دارن این کارو میکنن و این در واقع یک شرایطی رو الان داره نشون میده که شرایط اینی برای انقلاب سوسیالیستی اتفاقا فراهم اومده الان و ما باید استفاده کنیم از این مسئله و در ارتباط با انقلاب خودمون در داخل ایران این هم بسیار بسیار حائز اهمیته برای ما. اتفاقا انقلاب ها در شرایط کنونی از ضعیف‌ترین نقطه ها میتونه شروع بشه، یعنی انقلاب در داخل ایران، انقلاب سوسیالیستی در داخل ایران که میتونیم تدارکش ببینیم و شرایط
عینی آماده هستش برای این، میتونه گسترش پیدا کنه و تأثیرات مثل زمین لرزه‌ای در سراسر جهان ایجاد بکنه و این در واقع میتونه آغاز انقلاب‌های جهانی بشه، مثل 1917 در روسیه چنین شد، انقلاب اکتبر در واقع زمین لرزه‌ای ایجاد کرد در سراسر جهان. درسته ما الان تناسب قوا به نفع ما نیستش، الان این اعتبار سوسیالیسم کاملا مخدوش شده، مورد سوال قرار گرفته از طرف توده های خیلی وسیع، خیانت هایی که استالینیزم و ماویزم در سراسر جهان تحقق دادن و اجرا کردن، اینها به سادگی پاکیزه نمیشه، از بین نمیره، ولی به هر حال باید این تلاش مشترک رو انجام بدیم. یکی از وظایف مشخص ما این هستش که این تدارکات ببینیم و نه تنها برخورد کنیم به مسئله خاورمیانه، نه تنها برخورد کنیم به ایجاد تدارکات انقلاب در داخل ایران، بلکه در سطح بین‌المللی بتونیم صاحب نظر باشیم و دخالت هامون به گونه ای باشه که بتونه این سمت سو رو تقویت بکنه. ما الان در شرایطی باید می بودیم اگر به هر حال تدارکات دیده بودیم که اصلا اصطلاح بریکارد های سرخ میفرستیم به منطقه و این افرادی که ما در شرایط کنونی میبینیم که داره بمبگذاری میکنه، همین چند روز پیش در فرانسه و الان به بهانه این بمبگذاری های به اصطلاح طرفدارای دولت اسلامی جریانات بورژوا مثل آقای هلندی سوء استفاده رو کرده، یعنی 3 ماه تمام اعتصابات ممنوع اعلام کرده، اصولا یک حکومت نظامی اعلام کرده که به منظور اینکه در یک همچین شرایطی که ریاضت‌های اجتماعی الان داره تحمیل میشه و توده‌ها در خیابان هستن، از این سوء استفاده کردن که و در واقع دارن حقوق دموکراتیک توده‌های خیلی وسیع در کشورهای اروپایی هم محدود میکنن. بنابراین ولی این افرادی که الان بمبگذاری میکنه اینا کیا هستن؟ اینا خیلی هاشون کشف شده که اصولا اعتقادی به اسلام یا قرآن نمیخوندن یا اسلامی مثل اسلامی هایی که ما میشناسیم، حتی عربی هم بعضی هاشون صحبت نمیکنن. اینها جوانانی هستن که در این کشورها در واقع متولد شدن، کسانی هستن که فرزندان به اصطلاح مهاجرینی هستن که آورده شده در دوران لیبرالیسم که از اینا سوء استفاده کنه، امپریالیسم سوء استفاده کنه برای محدود کردن فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری و نیروهای چپ. حالا کارشون با اینا تموم شده و اینها رو به یه حاشیه روندن، اینا بیکار هستن، تحمیق میشن، توهین میشن، پس از یک دوره‌ای که تحصیلات هم میکنن به این نتیجه میرسن که دیگه باید برن طرف یک حرکتی و این حرکت هم چیزی که میبینن میرن به طرفش. و اگر ما یک نیروی انقلابی در سطح جهانی داشتیم و اگر یک بین الملل انقلابی می داشتیم، واضحه که بسیاری از این جوانان میتونستن به طرف کمونیسم بیان و تحقق بدن آمال خودشون از طریق یک مبارزات انقلابی تا اینکه برن ملحق بشن به یک جریان ارتجایی عقب افتاده ساخته شده و پرورده شده توسط امپریالیسم در سوریه یا در عراق و غیره. بنابراین یه همچی وضعیتی ما در واقع در مقابل خودمون داریم و در شرایطی که ما الان به نظر من درش قرار گرفتیم این هستش که واضحه که ما نمیتونیم بلافاصله یک انقلاب جهانی رو سازمان بدیم، در این موقعیت واضحه نیستیم، تناسب قوا به نفع ما نیست، منتها میتونیم یک پلی ایجاد کنیم از وضعیت کنونی که درش هستیم به وضعیتی که میخوایم بهش برسیم، یعنی به اون استراتژیمون رو روشن بکنیم و اون کسانی که به خودشون چپ میگن، چپ هم یک کلمه بسیار گنگ و ناروشنی هستش، مشخصا منظور من از چپ یا کسانی که به هر حال در صف انقلاب قرار گرفتن اینه که از در سطح سیاسی هنوز اون عقاید اصلی و نطفه‌ای مانیفست کمونیست رو فراموش نکردن، یعنی دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا رو هنوز در برنامه خودشون دارن و این به اصطلاح مسئله عمده رو کنار نذاشتن و کسانی که در واقع انقلاب اکتبر و تجربه انقلاب اکتبر هم فراموش نکردن، یعنی ساختن حزب لنینی که متفاوته با احزاب جبهه‌هایی که ایجاد میشه
واضحه که این جبهه هایی که ایجاد میشه مثل سیریزا، نمیدونم حزب ضد سرمایه‌داری نوین و غیره، باید رفت در درون اونا دخالت هم کرد. واضحه که ما نمیتونیم در انزبا به سر ببریم، اما با برنامه خودمون، اما مستقل، اما از طریق تشکیلات خودمون. تشکیلات خودمون کاملا متفاوت خواهد بود با این تشکیلات های گله گشاد. این تشکیلات های گله گشاد واضحه که نمیتونن تدارک انقلابی ببینن، اما از اونجایی که تو دها در اونجا شرکت میکنن، ما هم دخالت هایی میکنیم. ما در بهله اول پیش از این که دخالت سازمان بدیم، باید تشکیلات انقلابی و حزب لنینی خودمون رو ساخته باشیم، و این حزب لنینی امروز در داخل ایران وجود خارجی نداره، در خارج از کشورم وجود نداره. این چیزیه که ما باید مشترکاً با هم بسازیم، و برای اینکه این کارو بکنیم، واضحه باید این پل رو ایجاد بکنیم، پلی که در واقع ما رو از این مقطع، از این موقعیت نامساعد برسونه به اون شرایطی که میخوایم دخالتگری بکنیم. این پلم به نظر ما، پیشنهاد ما، و امشبم برای همین هستش که اینو مجددا از این فرصت استفاده میکنم به عنوان مهمان شما در اینجا، که این پل یک چیزی مثل اتحاد عمل ویژه‌ای هستش که ما 24 ساعته باید با هم دیگه صحبت بکنیم، بحث بکنیم، تدارکات با هم ببینیم، و اگر هم مشکلی با هم دیگه داریم، اگر اتهام و نمیدونم چیزی به علیه کسی وارد هست و غیره، خیلی متمدنانه یک کمیسیون در واقع کنترل، کمیسیون نظارت ایجاد بکنیم، مثل یه جوری که هی بررسی بکنیم اختلافای شخصی یا خانوادگی یا سیاسی خودمون، اگه مشکلات تشکیلاتی هم با هم داریم اینو حل بکنیم، و از این طریق ما بتونیم با هم دیگه تبادل نظر بکنیم. همین بحثا رو مثلا فرض کنیم مفهوم اسلام سیاسی که بسیار رایج شده، اینو بشکافیم ببینیم چیه این موضوع اسلام سیاسی، این عقاید ماورای طبقاتی که یه دی کشف کردن امروزه، و اینها رو بررسی بکنیم. در مورد امپریالیسم دقیقا بریم ریشه یابی بکنیم که چه بلاهایی، این مسئله خاورمیانه اولین بلایی نیست که سر ما آوردن. از جنگ اول جهانی رو سازمان داد، جنگ دوم جهانی رو سازمان دادن، کودتا و سرکوب علیه انقلاب روسیه رو همین آقای چرچیلی که اینجا به عنوان در انگلستان به عنوان یک قهرمان ملی شناخته شده، کسیه که اولین بار در واقع از مواد شیمیایی علیه مردم روسیه استفاده کرد، علیه مردم کردستان استفاده کرد در عراق، و علیه هندوستان استفاده کرد. این افراد در واقع کسانی هست اصلا مسببین تمام این جریانات مثل داعش، و داعشی ها اینا رو به شکلی خودشون پرورش میدن که همون به اصطلاح اقداماتی که خودشون علیه مردم مبارز انجام دادن به اینا یاد میدن، و اینا به هر حال در یک مقطع خاصی در تناقضن با هم میفتن، منتها چیز مهمی نیستش برای امپریالیسم. اگر 1,000,000 نفر کشته بشن در عرض 14 سال که چنین شد، و برایشون زیاد مهم نیستش که برای اینکه مثلا صدام یا اسد رو سرنگون بکنن، با راست‌ترین جریانات ضد انقلابی و تروریستی همراهی بکنن و همکاری بکنن و کمک نظامی بکنن. بنابراین این وضعیت در واقع به نظر من میتونه تغییر پیدا کنه، وضعیت بحرانی در چپ، به شرطی که ما بتونیم با همدیگه این مراودات و تبادل نظرها رو به طور دائمی انجام بدیم، در ضمن کمیته هایی باشه که بتونیم فعالیت های عملی رو سازمان بدیم، و همچنین ارتباط گیری با در درون ایران برای تدارک انقلاب ایران همراه با جوانانی که امروز به طور خیلی گسترده‌ای دارن به طرف عقاید سوسیالیستی میان، و همچنین پیوند با همراهان و هم نظران خودمون در سطح بین المللی برای تدارک انقلاب جهانی. و این حداقل اگر ما در طول عمر خودمون این انقلاب نبینیم، حداقل شرایطی آماده کنیم که نسل بعد اینو ببینه، و در یک همچین وضعیتی به نظر من وظایف ما چنین است. با تشکر از شما که گوش فرده. امروز با نگاهی گذرا به وضعیت جهان در طی چند سال گذشته، با یک پدیده دوگانه و متناقض روبرو می شویم. از یک سو شاهد اعتراضات و طغیان‌هایی در ابعاد میلیونی در سرتاسر جهان به دنبال بحران اقتصادی و حملات سیستماتیک به ابتدایی ترین حقوق مردم بوده ایم. ماهیت واقعی بانک‌ها
مؤسسات مالی، مراکز اطلاعاتی و چهره سیاستمداران دنیای سرمایه‌داری طی همین چند سال بحران به مراتب بیشتر از ده‌ها سال فعالیت نظری و تحلیل‌های مارکسیست‌ها برای توده‌های مردم اثبات و افشا شد. اما از سوی دیگر می‌بینیم که این تحولات مثبت در شرایط عینی و رشد آگاهی توده‌ها به دنبال آن هرچه بود به سود انقلاب سوسیالیستی تمام نشد. برخی جنبش‌های اعتراضی توده‌ای پس از دوره‌ای رو به خاموشی گذاشتند. در خاورمیانه حکومت‌ها تغییر کردند، ولی دولت سرمایه‌داری کماکان بر جای خود باقی ماند و حتی در این بین گرایش‌های راست افراطی، فاشیستی و بنیادگرا تقویت شدند. این دو مورد در کنار هم به خوبی نبود و خلأ رهبری انقلابی را نشان می‌دهد. و اگر بپذیریم که ساختن این رهبری انقلابی وظیفه مارکسیست ها بوده است، پس این خود بحران مارکسیست ها را نشان می دهد. نیروهایی که خود را مارکسیست می دانند در این بین یا کاملا غایب بوده و به دنبال روی جریانات تبدیل شدند و یا حضورشان در معادلات مبارزه طبقاتی غیر تعیین کننده و کمرنگ بوده است. امروز در نهایت پراکندگی به سر می برند. بحران سیاسی، نظری و تشکیلاتی در درون طیف وسیعی از مارکسیست‌ها عمیق‌تر از پیش شده. اعتقادات بنیادی و انقلابی مارکسیستی زیر آواری از انحرافات و برخوردهای دوگم و ایدئولوژیک مدفون شده است. به این ترتیب می‌بینیم که مثلا در میانه جنگ بین دولت‌های امپریالیستی و دولت‌های سرمایه‌داری ارتجاعی، برخی از همین نیروها تلویحاً یا تصریحاً در کنار امپریالیسم قرار می‌گیرند و برخی به عکس در جبهه دولت‌های سرمایه‌داری ارتجاعی. تدارک برای جبهه سوم و مستقل حتی از تئوری‌های آنها هم غایب شده است، چه برسد به اینکه گامی هم برایش بردارند. تحریفات و عملکرد مفتزهانه بوروکراسی مسکو و پکن در گذشته که اکنون میراث تئوریک اغلب این نیروهاست، به همراه روزمرگی و خردکاری های سازمان های مارکسیست ولو آنهایی که به تئوری های انقلابی هم مجهز هستند، خود شانه به شانه بورژوازی در شکست جنبش ها نقش داشتند. بسیاری از این نیروها در رقابت با اپوزیسیون راست خواهان ایجاد یک جبهه هستند، ولی نمی دانند که با پنهان کردن انحرافات و اشتباهات خود به جای نقد آن، آن هم اغلب با این توجیه سطحی که چنین مسائلی درونی است، خود به مکمل حملات بورژوازی تبدیل شده اند. در چنین شرایطی مسئله اتحاد نیروهای کمونیستی سالهاست که به یکی از مسائل محوری فعالان چپ و کمونیست مبدل شده. با این حال اما شیوه رسیدن به این اتحاد اصولی همواره مورد مشاجره بوده است. تا کنون نشست‌های فراوانی حول این مسئله شکل گرفته و به توافقاتی هم دست یافتند، اما به همان سرعت که اعلام موجودیت کردند بدون هر گونه توضیح ناپدید شدند، در صورتی که بدون ارزیابی و جمع‌بندی تجارب و شکست‌های چنین اتحادهایی دست زدن به ساخت نهادی مشابه غیر اصولی است و در بهترین حالت غیر مسئولانه و در بدترین حالت یک خودفریبی. از این گذشته علت اصلی این اتحاد، یعنی پذیرش وجود بحران، باید از سوی همه سازمان‌های شرکت کننده با صراحت و علناً اعلام شود. در غیر این صورت هیچ افقی برای اتحادها نمیتوان ترسیم کرد و سرنوشت محتوم شکست در همان نطفه آغاز آن خواهد بود. بچه تمایز سوسیالیسم مارکسیستی در تقابل با سایر جریانات را باید در مفاهیم و مؤلفه های بنیادی آن، یعنی خود سوسیالیسم، انقلاب، دوره گذار به سوی سوسیالیسم، مفهوم امپریالیسم، حزب و دموکراسی جستجو کرد. به اعتقاد ما ایجاد یک اتحاد عمل ویژه بر اساس مؤلفه های سوسیالیسم مارکسیستی می تواند اولین گام در راستای تدارک یک اتحاد پایدار و دراز مدت باشد. ما مخالف اتحادهای کاذب هستیم و در مقابل پیشنهاد پروژه احیای مارکسیستی را طرح کردیم که بر اساس چهار مؤلفه روشن عمومی ولی کلیدی استوار است. بدون نیاز به تدوین خروارها ماده، بند و تبصره از سطح ذهن که تدوین آنها بخش اعظم حیات تشکلها، سازمانها و احزابها را به خود مشغول کرده است. مؤلفه اول، سوسیالیسم مارکسیستی یک علم است
برای رهایی طبقه کارگر، نه یک آرمان، یک مدل و الگوی پیش ساخته برای تحمیل به جامعه از بالا و نه حتی ایدئولوژی که خود موضوع مبارزه مارکس بوده است. سوسیالیسم مارکسیستی از تحلیل مشخص از واقعیت موجود حرکت می کند و به همین دلیل پویاست و نه جامد. متکی بر برنامه‌ای برای تغییر و دگرگونی جامعه سرمایه‌داری و استقرار جامعه نوین است. سوسیالیسم مارکسیستی در واقع علم شناخت و تغییر جامعه سرمایه‌داری است. علمی است برای از میان برداشتن شیوه تولید سرمایه‌داری و جایگزینی آن با شیوه تولید نوین سوسیالیستی در راستای به وجود آوردن رفاه اجتماعی برای تمام مردم جهان. در نظام سوسیالیستی طبقه اجتماعی و در نتیجه دولت از میان رفته، با محو قانون ارزش کالا جای خود را به ارزش‌های مصرفی و فرآورده‌های کار می‌دهد. مالکیت بر ابزار تولید خصلت اجتماعی و جمعی یافته. نظارت بر امور جامعه دموکراتیک و سوی مردم است و چنین جامعه‌ای نه در سطح کشور که فقط در سطح جهانی قابل تحقق است. از همین جا می توان متوجه شد که آنچه که تحت عنوان سوسیالیسم وجود داشته است تنها یک کاریکاتور، آن هم به شکل زمخت آن بوده. مؤلفه دوم، سوسیالیسم مارکسیستی مرتبط به جنبش کارگری است و از پایین صورت می گیرد. نخبگان و تئوریسین های پرمدعا و بی ارتباط به جنبش کارگری را به رسمیت نمی شناسد. نخبگرایی را محکوم می کند. روشنفکرانی که گمان می کنند می توانند به جای توده های زحمتکش تصمیم بگیرند و نقش آموزگار را ایفا کنند، بدون آن که به قول مارکس روشن باشد خود کجا آموزش دیدند، مردود می شمارد. مارکسیسم اصیل اعتقاد بنیادی به اصل خودرهایی کارگران دارد. مارکس به درستی میگوید رهایی طبقه کارگر باید به دست خود کارگران تحقق یابد. مارکسیسم به خلاقیت فردی کارگران و تمامی جامعه احترام میگذارد. سوسیالیسم مارکسیستی اساس تمایز را جایگاه طبقاتی میداند، نه اختلاف در ملیت، زبان، نژاد، باور دینی و غیره. مارکسیسم انقلابی اعتقاد به ورود آگاهی سوسیالیستی از مدار خارج جنبش کارگری از سوی عده‌ای روشنفکر به درون طبقه کارگر ندارد. درست برخلاف این برداشت رایج در درون چپ سنتی، مارکسیسم انقلابی اعتقاد دارد که آگاهی سوسیالیستی در درون خود طبقه کارگر به وجود می آید و رهبران عملی خود کارگران رهبران واقعی آنها هستند و نه منجیان پرمدعایی که کوچکترین ارتباطی با جنبش کارگری ندارند و صرفا خود را قیم کارگران می دانند. به همین دلیل است که احزاب موجود بی ربط به جنبش کارگری بوده و بالای سر کارگران ساخته شدند. مؤلفه سوم، سوسیالیسم مارکسیستی کاملا دموکراتیک است و معتقد است که امر گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم بدون رعایت و اجرای دموکراسی ای به مراتب عالی‌تر از دموکراسی سوری بورژوایی عملی نیست. یعنی دموکراسی سیاسی همراه با دموکراسی اقتصادی. آزادی بیان، مطبوعات و سایر حقوق دموکراتیک شامل حال همه مردم خواهد بود و نه صرفاً حزب، عده معدود یا طبقه خاص. سوسیالیسم مارکسیستی خواهان هیچ گونه برخورد از بالا و تبعیض با توسل به زور بر جامعه نیست. مفهوم دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نزد مارکس از سوی بورژوازی و خورده بورژوازی و به ویژه استالینیست ها دستخوش تحریف شده است. مقصود مارکس از دولت دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا به عنوان دولت لازم برای دوران گذار که آن هم باید نهایتا محو شود، اعمال دیکتاتوری به مفهوم تحریف شده کنونی آن، یعنی استبداد بر کل جامعه نیست. منظور او داشتن حق وتو در جامعه است، نه اعمال استبداد. یعنی آن واژه به مفهوم اعمال عالی ترین دموکراسی است که تاریخ به خود دیده است. برخلاف دموکراسی بورژوایی که همیشه دیکتاتوری و اعمال اراده اقلیتی است بر اکثریت مردم زحمتکش، اعمال دموکراسی کارگری یا همان دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا تنها شکلی از حکومت است که میتواند حقوق همه مردم حتی مخالفان خود را تحقق بخشد.
اما پس از سرنگونی نظام سرمایه‌داری و با ورود به دوره انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، دولت کارگری نوین یا حکومت شورایی در مقابل تدارک و قصد بازگشت نظام سرمایه‌داری توسط یک اقلیت کوچک از جامعه و دستگاه سرکوبش مانند پلیس و شبکه اطلاعاتی آن ایستادگی می‌کند و قاطعانه از حقوق به دست آمده از سوی اکثریت جامعه دفاع می‌کند و به هیچ وجه اجازه بازگشت سرمایه‌داری و دستگاه سرکوب را نخواهد داد. مؤلفه چهارم، سوسیالیسم مارکسیستی رادیکال و انقلابی است. خودرهای کارگران را از چهارچوب قانونی فراتر می‌برد. اعتقاد به درهم شکستن ماشین دولت سرمایه‌داری دارد، برخلاف جریان‌هایی که تنها به تغییر شکل حکومت ضمن حفظ دولت سرمایه‌داری هستند. مبارزه سیاسی را در خیابان‌ها، اعتصابات و انقلابات جستجو می‌کنند و نه در اتاق‌های دربسته تجمعات روشنفکری بی ربط به جنبش‌های زنده ضد سرمایه‌داری. آنها برای تسخیر قدرت و سازماندهی اعتصاب عمومی و مسلح کردن توده‌ها برای قیام توده‌ای و سرنگونی دولت سرمایه‌داری تدارک می‌بینند. در اینجاست که تفاوت میان مفهوم مارکسیستی سرنگونی از سایر جریانات روشن می‌شود. گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران بر اساس همین مؤلفه‌ها متحدین انقلابی خود را در کشورهای ترکیه، فرانسه، انگلستان و آلمان یافته است و در ارتباط با گرایش‌هایی در پاکستان و سریلانکا نیز قرار دارد. احیای مارکسیستی ظرفی عمومی است که فعالان با پذیرش چهار مؤلفه عمومی می‌توانند وارد آن شوند و گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران نیز تنها به عنوان یکی از آن بخش‌ها در این ظرف دخالت دارد. احیای مارکسیستی هم بر پیشبرد مسائل نظری تاکید دارد و هم بر فعالیت‌های عملی برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک کلوپ حرافی و ارزندام تئوریک. در سطح نظری، احیای مارکسیستی تاکنون دو سمینار برگزار کرده است. در محور بحث‌های سمینار نخست در شهر کلن آلمان به تاریخ نوامبر 2013، موضوع ضرورت احیای مارکسیستی و همگرایی مارکسیست‌ها برای تدارک انقلاب سوسیالیستی قرار داشت. سمینار دوم نیز در شهر هامبورگ آلمان در سال جاری بر مناظره میان رفیق مازیار رازی با آقای منصور اوساندو حول موضوع اهمیت دموکراسی در جنبش کارگری متمرکز بود. مطالب متحدین ما به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و ترکی بر روی وبسایت احیای مارکسیستی قرار می‌گیرد. همچنین احیای مارکسیستی تا کنون مطالب تئوریک خود را در مورد ضرورت احیای مارکسیستی و مؤلفه های آن همراه با مقالات و تحلیل های خود در مورد موضوعات روز در سطح جهانی در دو نشریه به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر نموده است و به علاوه هر هفته به طور مرتب بحث های شفاهی بر روی اینترنت در مورد موضوعات تئوریک و مسائل اخص جنبش کارگری ایران و مسائل روز بین المللی به حضور رفقای از ایران و دیگر کشورها برگزار می کند. در بخش عملی، بخش از فعالیت‌های ما در داخل ایران شامل حمایت عملی از فعالین کارگری زندانی، دفاع از فراخوان برخی انجمن‌های مدنی و همینطور مبارزه با موج اعدام‌ها و توزیع بیانیه بوده است. طی سال‌های گذشته بیانیه‌های زیادی از سوی تشکل‌ها و نهادهای کارگری داخل و خارج در محکومیت احکام صادره علیه فعالین کارگری و برخوردهای رژیم با آنها صادر شده. اما مسئله بر سر این است که این محکومیت باید در درون جنبش و در سطح جامعه مابعضای عینی و مشخص داشته باشد. فعالیت‌های رفقای احیای مارکسیستی و شبکه همبستگی کارگری در قالب توزیع پوستر در سطح محلات، معابر عمومی، اتوبوس‌ها، پارک‌ها و غیره در حمایت از فعالین کارگری زندانی تنها یکی از روش‌های عملی و امکان‌پذیر پیشنهادی در شرایط کنونی و جزو وظایف طبقاتی و حداقل‌هایی است که فعالین کارگری می‌توانند انجام دهند. ضرورت این قبیل اقدامات از این واقعیت نشأت می‌گیرد که در موارد مختلفی شاهد بوده‌ایم در صورت نبود تبلیغات عمومی و کافی حول فعالین کارگری زندانی دست رژیم برای شکنجه و حذف بی سر و صدای این فعالین باز می‌شود که افشین اوساندو و ستار بهشتی تنها دو مورد از این موارد هستند.
به علاوه چنین فعالیت هایی نه فقط منجر به ایجاد اعتماد به نفس در میان کارگران زندانی و خانواده های آنها برای مقاومت بیشتر و جلوگیری از درهم شکستن زندانی می شود، نه فقط آگاهی عمومی از وضعیت آنان در سطح جامعه را بالا می برد، بلکه علاوه بر تأمین نیازهای ضروری جنبشی که به آن متعلق هستیم، سطحی از اعتماد به نفس و احساس مفید و مؤثر بودن را به خود فعالین هسته ها انتقال می دهد. بنابراین در واقع ما این قبیل اقدامات را به عنوان یک الگوی عملی برای سایر بخش‌های فعالین پیشنهاد کرده ایم. این الگو عملی است به این اعتبار که بارها صورت گرفته و ثانیاً واجب و ضروری است چون بدیل دیگری معرفی نشده است. اما بدیهی است که ما با نیرو و امکانات بسیار محدود قادر به آنچه که میبایست انجام شود نیستیم. اصولاً چنین فعالیت‌هایی نمی‌تواند به تنهایی به عهده یک یا چند نیرو با امکانات محدود باشد. این آغاز کار رفقای فعال احیای مارکسیستی و شبکه همبستگی کارگری در این زمینه نبوده و یقیناً پایان آن نیز نخواهد بود. اما چنین فعالیت‌هایی تنها زمان برد، انعکاس و تأثیر لازم را بر جای خواهند گذاشت که توسط سایر فعالین انقلابی در هر سطحی، هم از دانشجویی، زنان، کارگری و غیره، به فعالیت روزمره آنها تبدیل شود. شرکت در اکسیون‌های بین‌المللی به همراه رفقای متحد ما نیز بخش از فعالیت‌ها را پوشش می‌دهد. ما شرکت در اکسیون‌های اول مهمه ترکیه با سازماندهی انجمن همبستگی بین‌المللی کارگران و اکسیون اخیر اتحاد برای رهایی کارگر در انگلستان روبروی سفارت جمهوری اسلامی در حمایت از فعالین کارگری زندانی را اخیراً تجربه کرده‌ایم. جمع‌آوری حمایت‌های بین‌المللی نیز یکی از فعالیت‌های احیای مارکسیستی است. اخیراً رفقای اتحاد برای رهایی کارگر به عنوان یکی از متحدین ما در انگلستان از نمایندگان پارلمان بریتانیا امضاهایی در حمایت از شاهرخ زمانی گرفتند که در سایت پارلمان درج شده و همچنین بخشی از امضاهای حمایتی سایر فعالین را در روزنامه گاردین منتشر نمودند که در نوع خود بی‌سابقه است. احیای مارکسیستی همچنین تلاش کرده است تا با ایجاد یک کمیسیون کمک مالی از طریق متحدین خود اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خانواده‌های فعالین کارگری زندانی نماید. به علاوه تلاش شده است تا در شرایطی که عمده توجه فعالین کارگری به تهران و کردستان معطوف بوده است، از طریق فعالین کارگری در جنوب ایران که در این پروژه همکاری دارند، گزارش‌هایی در مورد مسائل کارگران باربر بنادر و اسکله‌ها، کارگران جاشو یا ملوان و همینطور کارگران منطقه عسلویه تهیه شود. بخش از فعالیت‌های یک سال گذشته احیای مارکسیستی همراه با گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران و شبکه همبستگی کارگری در جزوه‌ای منتشر گردیده است.